همکارم نیلوفر پور ابراهیم از کن به ما پیوسته. نیلوفر، حدوداً نیم ساعت 20 دقیقه دیگه اشکا و لبخندها اونجا را میفته و اونهایی که نخل طلا رو بردن مشخص میشن. از تو بیشتر بشنویم راجع به فیلم‌های ایرانی که خیلی‌ها امید بستن که امسال بالاخره اسمشون در میان کسانی که جایزه میبرن برده میشه. بله دقیقا، در حال حاضر فرش قرمز مراسم اختتامیه در حال برگزاری با ستارگان فراوانی که بر روی اون ژست میگیرن در مقابل دوربین عکاسان و تصویربرداران مختلف. از بین دو فیلم ایرانی که گفتی به بخش مسابقه راه پیدا کردن، حداقل تا اینجایی که من نگاه کردم عوامل فیلم عنکبوت مقدس روی فرش قرمز حاضر بودن. معمولا وقتی اکیپ فیلمی روی فرش قرمز میان، یکی از نشانه های اینه که قرار هست جایزه ای به اونها داده بشه در مراسم اختتامیه، اونطور که حالا شنیده میشه و بعد ببینیم که چقدر درسته. احتمالاً به یکی از دو بازیگر این فیلم جایزه اهدا خواهد شد، یا به مهدی بجستانی بازیگر مرد این فیلم و یا به زهر امیر ابراهیمی بازیگر زن اون. هنوز تا اینجا اکیپ فیلم برادران لیلا رو ما روی فرش قرمز ندیدیم. از برخی ها شنیدم که اونها به مراسم دعوت نشدن، حالا بعد ببینیم چقدر درسته. ولی این دو فیلم تونسته بودن نظرهای مثبت منتقدان رو در جشنواره کسب کنن و حتی برخی از منتقدان، چه بین المللی چه فرانسوی، معتقد بودن یکی از این دو فیلم میتونه جایزه های بیشتری رو از کن بگیره. نیلوفر، از فیلم های ایرانی یکم دور بشیم، فیلم های بین المللی زیادی هم امسال درخشیدن در جشنواره کن. در طول این روزها از تو گزارش هایی شنیدیم درباره جزئیات این فیلم ها، اما چه اسم هایی رو بیشتر داری میشنوی اونجا، امید دارن که شاید امشب اسمشون برده بشه؟ یکی از اسمایی که خیلی شنیده میشد حداقل از طرف منتقدان و تا اینجا هنوز عواملش روی فرش قرمز نیامدن و دیده نشدن، جیمز گری برای فیلم زمان دوران آخر و زمان بود که امتیازهای خیلی بالایی داشت از طرف منتقدان فرانسوی و بین المللی، یا مثلا فیلم روسی کیری سربینیکوف که او هم زن شایکوفسکی، که او هم امتیازهای بالایی داشت و هنوز روی فرش قرمز نیامده. در مقابل نامهای دیگه رو حالا میتونیم ببینیم روی فرش قرمز، برادران داردن، کسانی که نام‌های آشنا برای جشنواره فیلم کنن، از اواخر دهه 90 همیشه حضور داشتن، تا اینجا دو تا نخل طلا هم گرفتن. بعضی ها میگن اگر این فیلم جدید اونها توریو لوکیتا، که بعضی منتقدان هم معتقدن فیلم خیلی خوبی نبوده، اگر برنده بشه اولین فیلمسازانی هستن که سه نخل طلا رو با خودشون به خونه میبرن. به غیر از اون فیلمی که در روزهای آخر جشنواره به نمایش درآمد، فیلم نزدیک ساخته لوکاس دونت، کارگردان جوان بلژیکی، تونسته نظرهای مثبت زیادی رو به خودش اختصاص بده و در فرش قرمز هم حاضر بود همراه با یکی از بازیگران جوانش. لوکاس دونت در سال 2018 تونست با فیلم دختر تحسین بسیاری رو برای خودش به سمت خودش جلب بکنه و حتی جایزه دوربین طلایی رو به عنوان اولین فیلمش کسب بکنه. به غیر از اون، کسانی که روی فرش قرمز اومدن و فیلم‌هاشون هم مورد تقدیر قرار گرفته، فیلم پارک جان ووک تصمیم به رفتن که تعریف بسیار در موردش کردن، حتی بازیگرانش رو ستودن منتقدان و امتیازهای خوبی بهش دادن. پارک جان ووک هم چهره آشنا برای جشنواره کن، یا کارگردان کره‌ای هیروکازو کوره‌دا که با فیلم کارگزار در جشنواره امسال حاضر شده بود، یا طارق صالح که روی فرش قرمز هم اومده بود، کارگردان مصری که با فیلم پسری از بهشت در جشنواره حضور داشت. یک فیلم دیگه هم که تحسین شده بود و تمام حاضران در سالن رو میتونیم بگیم موقع نمایشش بسیار خنداند، فیلم مثلث اندوه بود برخلاف اسمش، و ساخته روبن اوستلاند که او هم در فرش قرمز حاضر بود و خیلی ها امیدوارن که او بتونه این جایزه رو ببره. او با فیلم های قبلیش هم در واقع در کن موفق شده بود. میدونیم که موفقیت در کن برای کارگردان ها و اکران عمومی فیلم هاشون در کشورهای مختلف بسیار مهمه و یک شروع خوب برای اونهایی که شاید حالا نام آشنایی در بین کارگردانان دیگه نباشن، برای جوانترها میتونه بسیار موفقیت بزرگی باشه. نیلوفر، میدونم که لحظات پرکاری رو داری، میخوای بری و از زودتر بپردازی به گزارش ها و در گزارش بعدی حتما اسم برنده ها رو برای ما خواهی داشت. ممنونم از تو نیلوفر پور ابراهیم، همکارم از کن.